بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دانش آموزای عزیز، باز هم خوش آمدین با یکی از درس های دیگری ما. با امید از اینکه خوب و سر حال باشین، عنوان درس امروز ما هست مکتب، مربوط مضمون دریتان هست و صنف دوم. خب بچه های خوب، کتابایتان همیشه قبل شروع درس پیشتان حتما باشه. خب در شروع درس چند سوال دارم از شما و قبل از اینکه متن درس را بخوانیم سوالات را که شما میپرسم با دقت فکر میکنین در مورد جوابش و پاسخ میدین. خب بچه های نازنین، به نظر شما مکتب چه قسم یک جای است؟ بله، همگی ما میفهمیم مکتب یک جای خیلی عالی، خیلی قشنگ است و همه ما به خاطر درس خواندن به مکتب میریم، به خاطر از اینکه چیز را یاد بگیریم، خواندن یاد بگیریم، نوشتن یاد بگیریم، ادب یاد بگیریم، و مکتب هم جای خیلی زیبا و قشنگ است به خاطر درس خواندن. خب به نظر شما در مکتب چه چیزها را ما یاد میگیریم؟ بله، مکتب همون رقم گفتم پیشتر که جای درس خواندن است. ما در مکتب خواندن یاد میگیریم، نوشتن یاد میگیریم، بسیاری از آدابی که در زندگی ما لازم هست یاد میگیریم و همچنان برای همه ما نیز لازم و ضروری هست که از مکتب خود خوب مراقبت کنیم، مکتب خود را مثل خانه خود دوست داشته باشیم و از وسایل مکتب باید خوب نگهداری شود تا اینکه ما بتانیم یک مکتبی خوب داشته باشیم. بسیار خوب بچه های خوب، از کتاب های تانیال باز میکنین صفحه 11 درس پنجم. درس پنجم است و عنوان درس ما هست مکتب ما. خب متن درس میخوانم و شما هم به دقت گوش میکنین. مکتب ما جای قشنگ است، کتاب ما رنگ برنگ است، باغچه مکتب ما پر از گلاب است، جویچه هاش صاف و پراب است. اگر که درس خوان شویم به جسم خود جان شویم. باز هم میخوانم شما هم دقت میکنیم. مکتب ما جای قشنگ است، کتاب ما رنگ برنگ است، باغچه مکتب ما پر از گلاب است، جویچه هاش صاف و پراب است. اگر که درس خوان شویم به جسم خود جان شویم. خب با امید از اینکه متن درس خوب فهمیده باشیم میریم صفحه 12، فعالیت ها، به خوانش درس گوش دهید. متن درس را با آواز بلند بخوانید. با استفاده از کلمه های درس، مجله، شعر، قصه و ترانه، خانه های خالی را در کتابچه های خود تکمیل کرده جمله ها را با آواز بلند بخوانید. خب بچه های نازنین، در قسمت دقت کنین، در خانه خالی هایی که در قسمت پایین تری کلمه کتاب اینجا ترسیم شده یا رسم شده، شما در خانه خالی ها کلماتی که داخل از این قوس هست هر کدام از این را در یک خانه خالی نوشته میکنید. مثلا کلمه درس را روی ازی خط نوشته میکنید، کلمه مجله را روی ازی خط، اما رقم به ترتیب ترانه را داخلین خط نوشته میکنید. وقتی که تکمیل شد بعدا باز میخوانید. ما با نوشته کردن از این کلمات در خانه های خالی جمله ساختیم. یکیش کار شده برتان میخوانم. من کتاب میخوانم. پس ما با این سه کلمه دانستیم که یک جمله بسازیم. بسیار خوب، این را هم شما در کتابچه‌تان باز انجام میدید. قسمت پایین ترش گفته که نام آنچه را که در تصویرها میبینید روی تخته بنویسید. خب دانش آموزان نازنین، شما با پنسل‌هایتان را میگیرین و تصاویری که در این قسمت رسم هست در زیر هر کدامش نامش را نوشته میکنید. مثلا در زیر از این تصویر نامش را نوشته کنیم، در زیر از این تصویر، در زیر از این تصویر، همون رقم به ترتیب سیاه دانه را مرقم کار میکنیم. خب میام لغت های درس میخوانیم. لغت ها، شماره، لغت، معنا. شماره 1 قشنگ، زیبا. شماره 2 جسم، بدن. در این درس ما فقط
دو لغت داریم و شما وظیفه شما هست که این لغت ها را میخوانین و حفظ میکنین. خب بچه های خوب، درس امروز ما هم خیلی آسان بود و برالاوه زیگاسو بود، خیلی هم دلچسب بود. خب وظیفه خانگی شما چی هست؟ وظیفه شما هست که در مورد مکتب هر آن چیزی را که میفهمید یاد دارین، در کتابچه تان نوشته میکنین. کار خانگی شما در مورد مکتب هر آن چیزی را میدانید بنویسید. خب درست امروزی ما در اینجا پایان میرسه و امید از اینکه فامیده باشین. خدا حافظ همه شما.